همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت و چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی باحالم. اپیزود امروز راستش انیورسری یک سالگی این پادکسته و گفتم یه مروری بکنم از همه اتفاقاتی که تا حالا افتاده و از همتون واقعا تشکر کنم برای اینکه تا اینجا همراه هم بودین و این برنامه رو واقعا تبدیل کردیم به این چیزی که هستش. چون فکر نمی کنم هیچ کدومون توقعی رو داشتیم که قراره بریم با هم دیگه به همچین سفر دیجیتالی و بریم دور و بر دنیا با هم دیگه و بخندیم و گریه کنیم و دیوونه بازی در بیاریم و بشینیم آخرش دور این آتیشمون رو از قصه هامون بگیم برای هم دیگه. مثل همیشه اگه دوست دارین کارهای من رو دنبال کنید میتونید با هندل @kingram KINGRAAM توی سوشال میدیا پیدا کنید. اینستاگرام، تویتر، یوتیوب خیلی مهمه. اونجا دارم سعی میکنم بیشتر ویدیو درست کنم. البته الان چون توی سفرم خیلی کمتر دارم ویدیو درست میکنم. یه ذره ترکیبی از مسائل تکنیکال و مکان و جا و کلن کنگ و شادی راستش رو بخواید، ولی باید اونو دیگه را بندازم به زودی، اونم نمواد که بهانه براش در بیارم. و اینکه اگه دوست داشتین کمک کوچیکی هم بکنید میتونید به gofundme.com/kingram سر بزنید. و همیشه هم گفتم بچه واقعا هیچ نیازی نیستش، همین حالایی کمه میدن که با درمون این پادکست حرف میزنید و کامنت میزنید و شیر میکنید از همه چیز برای من واقعا بهتره و هرچی روز به روز بیشتر میشه شنونده این پادکست، اتفاقای بهتری احتمالش بیشتر میشه برای اینکه برای من بیفته و بتونم انرژی بیشتری بذارم سر این پروژه. راستش بخواید همین الان یه جوری برای من فول تایم جاب شده، فول تایم جابی که البته از طریقش هنوز درآمد خاصی نداشتم ولی مطمئنم به یه چیزی تبدیل میشه در نهایت اگه با همین حالت رشد بکنه. ولی از روز اولی که این مایکروفون رو روشن کردم نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیفته و فکر میکنم شما هم واقعا روحتون خبر نداشت قراره چه اتفاقی بیفته. انقدر اتفاق افتاده تو این یک سال که اصلا مطمئنم کلی دیتیل رو از دست خوندم، ولی گفتم میام از اپیزود یک فقط تیترها رو میخونم و ببینم اصلا چیزی یادم میمونه از اون دوره یا از اون اپیزود و اینکه اصلا چی شد که به اینجا رسیدیم. بر همین اگر این پادکست تا حالا نشنیدین شاید این اپیزودی زیر به نظرتون لوس بیاد و یا اصلا هیچ مفهومی نخواهد داشت، چون در اصل دارم اپیزود دیگه خودم رو دارم دوره میکنم و جالبش اینه که تا حالا خودم هیچ اپیزود خودم رو واقعا گوش ندادم تا الان. همه رو همینجوری که گفتم ریکورد میکنم بعد میفرستم میذارمش بالا. بعضی وقتا میام تیک هایش ها خب که شیر میکنم و بچه ها میذارن که خنده داره مثلا اونا رو شیر میکنم، ولی در کل خودم خندم میگیره بعضی وقتا. مثلا یکی به من تعریف میکنه رام باورم نمیشه اون داستانی که تعریف کردی نیم جق زدی فلان شد، یا اون اتفاقی که اونجا تو اون سفر پیش اومد، یا اون وایسی که از اون آدم شیر کردی من چقدر باش ارتباط برقرار میکردم، یا اون مهمونی که اووری چقدر حرف دل منو زد. خیلی وقت خودم یادم نمیاد که نه من نه مهمونم نه اون وایس چی بود، ولی مهمم نیستش که اصلا چی بود، ولی تأثیرش رو وقتی که میبینم خیلی خیلی حال میده و یه انرژی خوبی به آدم میده وقتی که متوجه میشی که کارات میتونه همچین تأثیری داشته باشه روی یکی دیگه. من یه چیزی رو چک کنم، احساس میکنم صدام یخته، نه با درست باشه.
اون اوایل که یادتون باشه خیلی خنگ بازی نمیدم، هیچ چند نفرم قطع شده بود پادکست و نمیدونستم با ریکورد چجوری باشه. هنوزم خیلی واقعا ضعیفم تو یه چیزای تکنیکال، ولی سعی میکنم هر روز ذره بهتر بشم. با بزرگتر شدن پادکست واقعا باید بیشتر به یه تمپلیت و به یه استانداردی برسم که دیگه چی میگن، واقعا دیگه این یه حالت یک دستی داشته باشه این پادکست. ولی در هر صورت بریم با هم دیگه یه دوره بکنیم، بریم که چه اتفاقایی افتاده. اپیزود یک که اصلا همه جرقه رو راه انداخت همون داستان آیواسکا تریپ هم بود و اینکه خیلی ها نمیدونستن اصلا آیواسکا چی هستش و این دنیای سایکدلیک رو باش خیلی آشنا نبودن و من فکر میکردم نقطه جالبی باشه که اصلا استارت بزنم این پادکست رو، چون کل کانسپت پشتش هم این نقاب برداشتن ها بود، این لخ شدنه بود و دوست داشتم که بیام در مورد مسائلی حرف بزنم که خیلی وقتا هیچ کدوم اون شجاعت اینو نداشتیم که در مورد اون حرف بزنیم، یا از ترس این که تو جامعه قضاوت بشیم یا شرمی که ممکن بود همراه اون فکر یا اون اتفاق باشه. خب همه اینا واقعا دست و دست میده که آدم خیلی وقتا اون حرفی که میخواد بزنه نزنه. مثل این موقعی که دیدی ما صورتمون چون نمیتونن دروغ بگن، یعنی خیلی اتفاقای خیلی چی میگن بهش میگن مایکرو ایموشن یا چیه اصطلاحش، یه حالتی چی میگن ماسلای صورتمون یه جوری یا چشامون یا پیوپلامون دایلیت میشن، اتفاقی میفته توی صورتمون که خیلی سخته بتونیم قایم کنیم اون احساس واقعی. ممکنه داریم در ظاهر میخندیم یا ناراحتیم یا فلان، ولی اون حس واقعیمون هستش همیشه اونجا توی تای وجودمون، فقط یاد گرفتیم خیلی خوب که سعی کنیم اونو نشون ندیم. و همیشه برای من سخت بود اصلا این کار. مثلا من یه جایی مثلا همین دیشب یکی از دوستام یه جایی داشت با یکی حرف می‌زد و واقعا هم حوصله‌ام سر رفته بود، نمیتونستم نشون ندم که واقعا حوصله‌ام سر نرفته و رفتم. یعنی مثلا من وسط کانورسیشن یعنی دیگه حوصله نداشتم، البته سعی کردم خیلی محترمانه برم ولی واقعا نمی‌خواستم دیگه اصلا اونجا باشم، یعنی حوصله نداشتم. و نبایدم، اشکالی هم نداره، اصلا قصدی بیتره میست. خب این دو نفر مثلا میتونستم با هم حرف بزن ادامه بدم بس، یعنی من نمیخواستم تو اون لحظه اونجا باشم. بعضی وقتا معذب بشیم یا احساس میکنیم که من خیلی هم سعی میکنم اتفاقا همیشه گوش کنم و توجه بکنم، ولی خب هممون یه مقدار وقت و زمان داریم که به کارمون برسیم و از یه جا به بعد. مثلا این تو کلاب هاست هم دقیقا میگم، چند فتر مورش حرف زدم متوجه شدم، یعنی من از خودم سوال میکنم مثلا خب چرا اصلا اومدم تو این اتاق، چرا دارم این حرفا رو گوش میکنم مثلا، یا همون وقتی خودمون ایونت میذاریم با از این بعدم سعی میکنم یه تایمر توری بذارم که بیش از حد از یه زمانی نگذره که هم بتونن بهشون نوبتی برسه و حرف زده بشه. ولی اپیزود یک خلاصه این داستان آیواسکا رو که تعریف کردم، اصلا یادم نمیاد اصلا اوایل حتی تو کست باکس هم هنوز آپلود کرده بودم یا نکرده بودم این پادکست رو، یا یه جای دیگه ای آپلود کرده بودم. چند روز داشتم دنبال یه سروری میگشتم که بتونم اینا رو آپلود کنم و خیلی جالب بود، یعنی در حد اینکه واکنش هایی که گرفتم از خیلی آدم ها این بود که خود چقدر عجیب غریب بود و چقدر تو دیوونه ای یا فلانه و قشنگ حس حالا خودم رو یادمه این دوره دقیقا پارسال. خیلی اصلا به نظرم انگار اولا که به نظرم انگار 10 سال پیش بود، این یک سال انقدر اتفاق افتاده که اصلا به نظر یک سال نمیاد، به نظر واقعا 10 سال میاد برای من. و ولی اون حس حالا خودم رو یادم که چقدر افسرده بودم و ناراحت بودم و سر این که داشت کرونا داشت جدیتر میشد و منم تو بدهی و بدبختی و تازه قرار بود یه سری اتفاق خوب برام بیفته که همش کنسل شد و خیلی ناامید بودم از همه چیز. و حتی بچه ها اونجوری که میگن میگن چون خودم واقعا نشیدم تو صدام هم، حتی میگن اون غم و اون قصه و اون افسردگی کاملا تو صدام واضحه اون اپیزودهای اول. و احساس میکنم که تنها چارم اینه که بتونم بیام اینجوری خودم بریزم بیرون. و اگه یادتون باشه یعنی اون تز اولی هم میمود که میخواستم بیام 10 تا اپیزود بدم و بعد خیلی دراماتیک خودم بکشم بگم آقا اینم داستان زندگی من بود. میگم اون حالت آرتیست خیلی اوور دراماتیک چیز توی من بود که میخواست فقط یه جوری جلب توجه بکنه به خاطر اون دردی که داشتم. میدونی هممون اون
به اصطلاح انگلیسی میگن it's a cry for help. واقعا میدونی خیلی نیاز داشتم به کمک، نیاز داشتم به یه سری دوست خوب، نیاز داشتم یکی بغلم بکنه و به هم بگه همه چی اوکی خواهد بود. و تو اون برهه و تو اون لحظه و زمان هیچی رو نداشتم. تنها تو نیویورک بودم و نیویورک هم شهری که توش بهترین های همه چیز اون توش زندگی میکنن و یه ناخودآگاه رقابتی تو آدم به وجود میاد و اصلا من هر دفعه میرم اونجا دوچار یه سری مسائلی میشم که مثلا توی تو فارم مثلا وقتی که هستم نمیشم، اصلا نمیدونم حالا انرژی شهر یا مردم اون رقابت کپیتالیستی موفق تر شدن و تو باید بهترین باشی و این حالتی که این اصطلاح من خیلی بدم میاد، این اپتیمایز کردن میدونین خودمونو، این لایف هک و بعد مثلا هر روز پاشی 4:30 to 5 مدیتیت کنی، 5 to 6 بری بود 2:00 to 7 نمیدونم در مورد فلان تد کانفرنس بشینی بخونی و بعدش هم بری سازتو تمرین کنی بعد فلان، یعنی انگار بعد بچپونی تمام وجودتو توی اون مقدارهای زمان کوچیکی در روز داری که فقط سکن خودتو یه جوری خفن‌تر از بقیه بکنی. و تا وقتی که میدم با خیلی آدم های دیگه آشنا شدم و با پادکست هایی که چقدر جالب، من فکرام چقدر شبیه این آدم هم، یکی از این همین آدم ها برای من کریس رایان بود که خودم مهمونش بودم توی که از اپیزودهای پادکستش به اسم Tangentially Speaking. و این آدم خیلی هیپی ریلکس و نویسنده و سفر میکنه و پادکستش رو تو سفر ضبط میکنه، آدم های خیلی جالب پیدا میکنه و یه جوری خیلی الگوی من بود این آدم، مثلا کلا توی خیلی چیزای توی مقطعی از زندگیم مثل یه برادر بزرگتر برای من بود در اصل، یعنی همونجوری که شد من برای خیلی شما این نقش رو بازی کردم، اونم برای من همچین نقشی داشتش. و دیدم که آها راست میگه، اصلا لازم نیست که اینقدر سخت بگیرم خیلی چیز. البته خودم دقیقاً دیدی که متن همونجوری که شما هم به یه سری نتیجه میش تو زندگیتون، لزوما اینجوری نیستش که چون اون این حرف رو زد منم داشتم، تو این حرف داشت تو خود من میجوشید و هی داشت پخته تر و پخته تر میشد که زندگی رو نبود انقدر سخت بگیرم و میتونم خیلی ریلکس تر برخورد کنم. حتی من کل زندگیم همیشه همچین آدمی بودم، ولی به یه آگاهی نسبت به این طرز فکر رسیدم که قبلا شاید بهش نرسیده بودم، یعنی خیلی حالت ناخودآگاه داشتم اینجوری، خیلی زندگی خیلی کیوتیکی داشتم، ولی الان با یه آگاهی بیشتری دارم همین این روش رو دیگه انتخاب میکنم که اینجوری زندگی کنم و تصمیم میگیرم که سخت نگیرم و تصمیم میگیرم وقتی که با مشکلات مواجه میشم خیلی مسئولانه، خیلی با فکر درست‌تر باشون برخورد کنم و از اون ورم اجازه ندم که تحت تأثیرم قرار بدن یه سری مسائل خارجی که اصلا خارج از دست من خواهم بود و دیکته کنن تمام برخورد و رفتار و تصمیمای توی زندگیم. چون این اتفاقی که معمولا میفته تو برای هممون همچین شکلیه که یا از بچگی از مام بابامون گرفته تا جامعه و معلم ها و فلان و دولت و سیاست و مذهب و تا چیزای کوچیک‌تر جامعه های کوچیک‌تر دور و برمون و برخدا و رفتارهای مختلفی که هی تاثیر میذارن که ماها رو از توی فانلی رد کنن که بریم به سمت اون یک انسان نمونه توی جامعه بشیم، که اصلا یه تعریف شروری برای من از یک زندگی بورینگ قابل پیش بینیه خیلی مناتنس و یک نواخت. همینجوری که شروع کردم بیشتر حرف زدم تا اپیزود بعدی رو بکنم. اپیزود دوم که داستان اون سایکیک فن بود و که شروع کردم زده تجربه های موزیک و اینا هم گفتن یا فکر کنم از تجربه چیزم دارم، من فقط دارم تایتل دیسکریپشن رو میخونم که چی ها نوشتم. رفتم پیش قبیل مبیل قشقایی زندگی کردم، داستانی که سفر یونان رفتم و کم کم میگم داشتم یه چیزایی معرفی میکردم در مورد کاراکتر خودم. بعد یه اپیزود سش کردم وایس مسیج های مردم، اینقدر سریع، یعنی باور نمیشه که شکم وایس گرفتن مردم شروع کردم با من، یعنی اینقدر سریع مثل یه حالت وایرال و میم توری داشتش این داستان که من شروع کردم در مورد این چیزا صحبت کردن، یهو بقیه هم حال کردن که بیان حرف بزنن و من این موضوع رو خیلی سریع بهش آگاه شدم از همون اول که چقدر همه نیاز دارن به شنیده شدن و چقدر همه دوست دارن که داستان خودشون هم به اشتراک بذارن و یه جایی پلتفرمی چیزی باشه که بتونن بیان این داستان عجیب غریب و خنده دار یا تراژیک یا اصلا عجیبی که هیچ وقت جای دیگه جردن داشتن در میون بذارن، بتونن از این پلتفرم برای این استفاده بکنن. و
خیلی سریع متوجه این موضوع شدم و دیدم که چقدر همه بقیه هم دوست دارن که بیان صحبت کنن. تو اپیزود بعدی رفتیم بلک اند بلو، داستان علی اسکندری، اونو دوباره تور و این چیزهایی که قبلا داشتیم و که واقعا هم چیزی که مثلا من خیلی خوشحال میکنه خیلی وقتا تو این پادکست اینه که آدمایی که دیگه با همون نیستم، چه پدرم، چه علی اسکندریان، چه آدمای دیگه که از دست رفتن، یه جوری بتونم از طریق داستاناشون زنده‌شون نگه دارم و همیشه به یاد مردم باشه و اینجوری لگسی اونا همچنان ادامه پیدا بکنه، که خیلی باحاله که میگم که خیلی کسایی که پدر من رو نمیشناختن یا علی اسکندری رو نمیشناختن یا خیلی بچه های دیگه ای که معرفی شدن توی این پادکست که دیگه با همون نیستن، یادی از اونا بشه و بچه ها بخون بیشتر در موردش بخونن یا بدونن. بعد که اپیزود 5 کرونا اوور هیر، یعنی اولین ایرپورت سشن هم بود در اصل اون اپیزود، و اونجا بود که فکر میکنم که خیلی خیلی اونجا برای اولین بار من خیلی واضح توضیح دادم که تو چقدر حالم بد بود و مثلا برنامه من برای این پادکست چی بود و میخواستم چی کار کنم آخرش رو جون خودم بگیرم از این لوس بازی ها. و مقدار عشقی که بعد از اون اپیزود گرفتم و درد و دلایی که مردم با هم کردن واقعا یه چیز عجیب و غریبی بود، به خاطر اینکه یهو متوجه شدم که تنها نیستم توی این دردم و اون احساس تنهایی چیزی بود که همیشه من و خیلی از شماها رو واقعا میترسونه. و وقتی که یهو متوجه و خیلی حرف کلیشه و همه حرف هستن دارم میزنم مش کلیشه احمقانه است میدونم، ولی لمس کردن و تجربه کردن این لحظه و این احساسات یه بُعد جدیدی به واقعیت زندگی آدم میده. و من بعد از اون اپیزود بود که واقعا یهو اصلا دیدم شد چقدر عشق هستش دور برم و چقدر اتفاقای خوب هست، چقدر آدمای خوبی هستن اصلا. و من نمیدونم اصلا این پادکست، من چون اونقدر طرفدارم واقعا نداشتم، اصلا نمیدونم چجوری اینقدر دست به دست شد این پادکست که این همه آدم یهو تا اپیزود 5 فکر میکنم یهو یه جهشی کرد اصلا این پادکست که واقعا عجیب غریب بود. و اینقدر پیغام میگرفتم که و همه رو میخوندم، یعنی همه رو میخوندم، جواب همه رو میدادم و خیلی خیلی حس خوبی بود که میدونستم تو این گودال تنها نیستم و همه میتونیم همدیگر رو کمک کنیم که از تو این تاریکیه بیایم بیرون. بعدش هم خب اپیزود بعدی باز وایس و اینا یه بیشتری شروع کردم باش اکسپریمنت کردن و صداهای مردم پلی کردن، داستانای خیلی خنده دار، یعنی واقعا از اون داستانی که یادم اولین باری که برام فرستاد که آقا ما با پادکست تو با هم سکس داریم تا هزار تا چیز دیگه ای که واقعا وایس های عجیب و غریبی بودن. تازه من خیلی هاشون رو پلی نکردم براتون، انقدرم عجیب و غریب، چون ازم خواهش کرده بودن که پلی نکنم. فقط یه حالت مثل این کانفشنال بوت های کلیسا هستن که میری تو یه جا میگی forgive me father for I have sinned و من پدر من گناه کردم فلان چیزی و میری اعتراف میکنی تمام گناه های تو. یه سری فقط میخواستن اعتراف کنن گناهاشون بکنن و نمیخواستن با بقیه هم شیر کنن یا با بقیه در میون بذارن. منم هم همیشه هستم اجازه میگرفت اگه میخواستم وایس کسی رو به اشتراک بذارم. یعنی بیشتر وقت و فرض من اینه که الانم دارم میگم که یادتون باشه دارن اگه برای من وایس میفرستید و نگین، یعنی شما این اجازه رو میدید که من شیر کنم. حتما همیشه باید بگین که من نمیخوام این شیر بشه این وایس، وگرنه من فرض بر این میگیرم که اوکی هستین که شیر بکنم وایستون رو. بعدش همینجوری که داشتم بیشتر در مورد زندگی خودم حرف می‌زدم کم کم مهمون آوردم و یکی مهمونایی که همون اوایل آوردم که اصلا از روز اول مطمئن بودم این آدم و کاراکترش و اتفاقایی که براش افتاده مثل یه دونه دایمندی بود، یه الماسی بود که من کلی زندگی برای خودم نگه داشته بودم. ولی میدونستم بقیه هم اگه ببینن این آدم رو چقدر با داستاناش حال میکنن. و مهم نیست کسی این کاراکتر این آدم خوب یا بد باشه، آدم خوب یا بد فیلم نیست، اون آدم چیزه هست، اون آدمیه که ایجنت آف کیاس، قشنگ مثل حالت جوکر توری، آدمی که یه منطق عجیب و غریبی داره با یه هوش عجیب غریب که حرفاش در مرحله اول به نظر میاد که با این آدم خیلی کسخل و دیوونه است، ولی خیلی حرفاش هم میک سنس میکنه توی اون دیوانگی خودش، که کسی جز امام جیسن رو نمیگم واقعا. و
جیسن فکر میکنم سمبل یه آدمیه که تمام اون حرفای دیوانه رو که میزنه داره زندگی میکنه. ما خیلی هممون حرف مرف زیاد میزنیم و حرفای قلمبه سلمبه و ادعاهای گنده و من این کارو میکنم اون کارو میکنم یا انقدر کار خفنم و فلان و انقدر هی به ایگوی خودمون هی کلی قضا میدیم و فلان. به این معنی هم نیست که دخوام توجیه کنم بگم زندگی جیسن زندگی ایدالی، اصلا اتون زندگی خیلی سخته، کر و کثیفه، از خیلی لحاظ تخمیه، ولی یه شجاعتی توش هستش که اون چیزی که هست رو انکار نمیکنه و اون تصمیمایی که گرفته توش یه تصمیمای کاملا آگاهانه پشتش هستش که باعث شده که به اونجا رسیده و الان به نظر خیلی آشاد این دو زندگی کاملا شکست خورده که آخرش تو مجبور شده پشت یه ماشین آمبولانس زندگی کنه و تو زندگی اون یه رهایی داره، یه خوشحالی داره که اون آدمی یه قصد داره با 6 تا ماشین نداره واقعا. و من فکر میکنم خیلی با این چی میگن این کوالیتی این آدم ارتباط برقرار کردن و حال کردن به خاطر اینکه داره همون چیزی که میگه زندگی میکنه. الکی یا مثل آدمایی که خیلی حرفای روشن فکری میزنن، این نه، این دوست دخترش، اصلا جیسن دوست دخترش تصمیم گرفت که پسر بشه و باهاش بود و هنوزم باهاش هست و پارتنرش هنوز هست و تو کل این پروسه حمایتش هم میکرد. خیلی هر وقت ما میایم حرفای روشن فکر میزنیم از کامیونیتی این و اون و آدمایی که تو حاشیه هستن، ولی اون رفتار و عمل منتهی خطش چیزیه که مهمه، نه این حرفایی که میزنیم. نه وقتی که ما میایم از این بحثا یا از این ایدئولوژی ها یا راه های روش زندگی های متفاوتی به عنوان یک ابزار چیز انتلیکچولی استفاده، سلاح انتلیکچولی استفاده میکنیم که سعی کنیم توجیه کنیم این اخلاقیات خودمون که ما چقدر آدم های خوبی هستیم و چقدر ما همه رو قبول داریم و فلان. همه هم میتونیم حرف قشنگ قلم به سلام بزنیم، ولی تو رفتار و تو عملمون چیزیه که خیلی مهمه که چجوری خودمون رو نشون بدیم. اون و اون واکنشی که نشون میدیم به اون داستان خیلی در مورد ما چیز بیشتر میگه. و چیزی که خیلی پیش من تو این پادکست اینه که در مورد همین واکنش های لحظه ای من همیشه خیلی صحبت کردم، در مورد رفتار خودم همیشه مسئولیت پذیرفتم و سعی کردم خودم بهتر کنم. همونجوری که الان مثلا این سری اپیزودای به زودی میاد بیرون که در مورد مسئله حرف میزنیم که مثلا سعی میکنم از زاویه‌های مختلف نگاه کنیم به این سری داستانی که شاید اشاره کمتر یا زیادتر شده بهش توی پادکست، که بتونیم دیدمون رو بازتر کنیم نسبت به همه این بحث ها. که خب خیلی وجود جیسن خیلی کمک میکرد توی این بحث. من آره این اصطلاح های آخیش و چاکس و نمیدونم حالا هی بگین کینگ رام تخمی اینا خیلی برام خنده دار شد که همه این حرف ها اینا خیلی تیک کلمه‌ای شدش که تو دهن خیلی جا افتاد و خودمون برای من همیشه چیز خیلی بامزه و جذابی که الان هم دیگه مثلا دارن به تیشرت تبدیل میشن. یه سری شعر و وری که مثلا ما غرغره میکردیم هیچ وقت فکرش نمیکردم که مثلا بیاد مثلا روی تیشرت یا روی ماگ یا هرچی. یکی از مسائل مهم دیگه که در موردش حرف زدیم در مورد مسائل میتو بود که اولین باری که یه مهمون عزیزم اسمش دریا اومد در مورد مسائل خودش حرف زد و بعدش هم خب خیلی دیگه اونا صحبت کردن در مورد مسائل خودشون. ببخشید میدونی من یکی از هدفهای بزرگم این بود که چه در مورد این مسائل میتو چه در مورد مسائل دیگه‌ای که خیلی سخت هستن، چه آدمایی که مثلا قربانی خشونت جنسی هستن، چه قربانی خشونت سیاسی هستن یا هر جور خشونتی، میدونی من همیشه چیزی که اذیت هم میکرد یعنی که داستان این آدم ها خیلی وقتا گم میشه توی نویز و شلوغی اخبار. هر کم به نوعی خودش سعی میکنه یک بالاخره میکروفونی باشه که صدای اینا رو به جاهای بیشتری برسونه و من میخواستم یه ذره انسانیت این آدم ها رو و اون ساید واقعیشون رو یه جوری ارائه بدم که فقط در حد یک اخبار نباشه که ما چند خط تو توییتر میخونیم و به اینا به عنوان یه استاتیستیک نگاه کنیم، به عنوان یک رقم و ارقامی که فقط جزء این مقدار کشتگانه یا قربانی های این آدم یا این نظام هرچی بودن.
نه ما واقعا یه فیسی بذاریم روی این اسم این آدم، یه آدم به زندگی، به روحش بشه یه رنگی بدیم که همه جا تو یاد همه بمونه. چون خیلی دست خودمونم نیست، اصلا بای دیزاین خب موجوداییم که نمیتونیم همه چی بگنجیم، اصلا مقدار اطلاعات زیادی که از همه طرف بر به سمت ما پرتاب میشه خب واقعا فشار زیادی میذاره از لحاظ روحی و روانی. ولی تا اونجایی که بتونیم و یه یادی بکنیم، کمک کنیم همدیگه رو در مورد این آدم‌ها و این داستان‌ها، هرچی بیشتر حرف بزنیم در راه بهتر شدن خودمون و جامعهمون خیلی کمک خواهد کرد. و وقتی که این بحث شروع شد در مورد حرف زدن توی پادکست، یه چیزی که منو خیلی خوشحال کرد این بود که اون احساس راحتی که مهمونان با هم میکردن که بتونن بیان اونجا اون احساس لختی رو بکنن که بتونن در مورد این سخت‌ترین لحظه های زندگی خودشون حرف بزنن. چون کار راحتی نیستش واقعیتش. تو بخوای برای خیلی هم این زخم قدیمی رو داری دوباره باز میکنی. این چیز دیگه هم بود که متوجه شدم که من چون تراپیست که نیستم و بعضی وقتا این زخمای قدیمی هم دوباره آدم باز میکنه، در موردشون حرف میزنه، ممکنه دوباره یه سری تروماهای جدیدی رو تریگر بکنه. و خب اینا همش تو این پروسه آدم داره یاد میگیره که چجوری بتونه شنونده خوب بهتری باشه، چجوری میتونه یه جوری خوب صحبت بکنه که کمترین آزار زیان هم به اون طرف برسیده بشه و از اونم حد اکثر انفورمیشن و عشق و به بقیه شنونده هم داده بشه که اونا بتونن از این یه درس مهمی بگیرن و هوای بچه هاشون بیشتر داشته باشن، هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشن. یه مسئله دیگه که در موردش هم کلی حرف زدیم در مورد روابط مادر پدر با بچه ها و این سیستم آموزش و پرورشی و این که من همیشه تشویق میکردم که با مام بابا ها باید واقعا سعی کنن خیلی بیشتر با بچه هاشون راحت تر باشن، ریزر از این حس محافظه‌کاری و سنتی بیان بیرون. چون بچه هاشون چه بخوان چه نخوان اون شیطنت ها رو خواهند کرد و هرچی میتونن باشون بیشتر دیالوگ داشتن، بیشتر درکشون کنن، میتونن اون صمیمیت بیشتری به وجود خواهد اومد و باعث بشه که روابط بهتر و سالم‌تر بشه و در نتیجه تصمیم‌های بهتری هم گرفته بشه، به نظر من البته. میدونی و ولی از منم یه سری بودن که برام مسیج میزدن که خب ما مامان بابا اون اصلا جوری که ما رو کتک میزنن یا دهنمون رو صاف میکنن اصلا نمیشه باشون هر سر اصلا. اینم برمیگرده خب یکی از اشتباهی من که من فکر میکردم مامان بابا همه مثلا یه استاندارد مینیمم یه چیزی رو دارن، ولی یادم میاد که بعضی وقت آدمای توی خونه های خیلی ابیوسیو و خیلی مریضی بزرگ شدن و سختیایی که کشیدن مثلا من در این کیس نمیتونستم درک کنم و سعی میکردم از زاویه دیگه وارد این بحث میشدم بعضی وقتا، چون خودم مامان بابام انقدر بهم عشق دادن، برادرم انقدر بهم عشق داده، خانواده ما انقدر پر از عشق بود و از بچگی همه هوای همدیگه رو داشتیم. همین الانم برادرم و مامانم بهترین دوستای زندگی من و اصلا خجالتم نمیکشم که اینو بگم یا اصلا اینکه همش دوست داریم با هم باشیم و با هم هنگات کنیم و با هم همه کار بکنیم. هر از گم هر کی میره دنبال کارهای خودش، ولی برای من یکی از بهترین حسای زندگیم اینه که این آدما همیشه دارم تو زندگی که بتونم بهشون تکیه بکنم و وجود اونا برای من کافیه که بتونم هر روز به زندگی خودم ادامه بدم. خلاص این مسئله خیلی مسئله مهم بود. میدونین چه مسئله میگم؟ حقوق زنا بوده، حقوق LGBTQ بوده، در مورد مرگ میدونی من خیلی افکارم و هی حرف میزدم و صحبت میکردم، در مورد این قضیه ای که مدیتیت میکردم، اون داستان سرخپوستی که بچگی با هم میگفته بود که هر روز با به مرگ همه دوستان و اقوام و نزدیکان فکر کنم و روی موضوع مدیتیت بکنم و بتونم لمس کنم و درک کنم و متوجه این بشم که مرگ پروسه ای که جزئی از زندگیه. چون ما همش داریم اینو انکار میکنیم، صبح تا شب داریم مرگو انکار میکنیم و میگیم نه اینجا خطاق برای من نمیافته، یعنی نه که اینو بلند بلند بگیم ما، ولی جوری زندگی میکنیم که بعد وقتی که میمیریم میگیم وای ببین چقدر زندگی مسخره است که چقدر ساده آدم میتونه یهو همه چیز از دست بده و همه چیز از بین بره. و ولی وقتی آدم با این آگاهی زندگی میکنه من هر لحظه واقعا ممکنه بمیرم و اونی که عاشقشم بمیره، اون بغلای آخرت یه ذره قوی تر میشه. همون بغلی که اول صبح همسرتو بوس میکنی یا در خونه میری بیرون یا بچت که میره مدرسه، اونا یه ذره با معنی تر میشن، یه ذره عشق بیشتری توی اون میاد و
باعث میشه که تایید دل خودت، یعنی حتی من اینجوری هم که میدونم حد وقت کسی خطاویزی میکنم، مثلا سوار هاپم که شدم الان اومدم اروپا برای برادر مامانم، مثلا وایس گذاشتم که من عاشقتونم و این وایس آخرم باشه، بدونید که همه چیز تو الان پرفکت بود و عالی بود و یعنی میخوام آخرین یاد و خاطرتونم از من همیشه عشق باشه و چیزای خوب باشه. اینو همیشه من واقعا پرکتیس میکنم که این لحظه هامون تا اونجایی که ممکنه با هر کسی یه جوری باشه، که حتی اگه خدافزی معمولی هم باشه، تایزن این باشه که این آخرین بار که این آدم میبینم با کلی انرژی خوب باشه، که پس فردا پشیمون نشم که فاک کاشکی مثلا یه ذره نایستر بودم یا عشق بیشتری گذاشته بودم یا توجه بیشتری کرده بودم توی این رابطه. دیگه کم کم مثل رفیقای خودم آوردم توی این پادکست و بچه که دورورم بودن، مانی، سینا، آیدین، بچه دیگه، یاسی مثلا یکی از اکسام و دوستای دیگه که توی کلن جامعه من بودن و معرفی کردم به شماها و خود اونام هر کدومشون داستانی زندگی خودشون هم تزریق کردن توی پادکست و از یه لحاظی خیلی اونام جالب تر کردن پادکست، چون وجود اونام یعنی هر کاراکتر جدیدی انگار دارم به داستان اضافه میکنم. تازه خیلی هم موندم، مثلا الان امسال این دوستای دیگه خیلی دیوونه با حالم، پویا و یه سری بچه دیگه هنوز شما ها نشید در موردشون، که خود اینا هم حالتای جیسن توری برای خودشون یه دنیای کهکشانی هم از اتفاقات و ادونچرهای عجیب غریب. میدونی یاد مثل این مثل یک کتابی میمونه که دارم انگار با شما بلند بلند همینجوری فی البداهه دارم تعریف میکنم و کاراکترها یکی یکی دارن بیشتر روتر میشن، مثل همین یه داستان تولکن انگار داری میخونی لورد اف دی رینگز و این موجودات دورفا این قسمت سرزمین زندگی میکنن و الفا توی جنگل های نمیدونم سیلوان فلان جیجی میدونی هر کاراکتری که انگار دارم اضافه میکنم به داستان کلی یه ذره یه تیکه از اون تاریکی رو روشنتر میکنه و بیشتر معنی میده و این خیلی باحال این پروسه که همینجوری این داستانه داره بزرگتر میشه. و اولش خب از اکیپ و آدمای دور و بر من خیلی شد و کم کم من شروع شدم وصل شدن به یه سری آدمایی که اصلا توقعشون رو نداشتم، که در این پادکست یا اونا منو پیدا کردن که منو به اونا وصل کرد و مثل آدمایی مثلا میستر ام یا مارکو یا میدونین که اون خب کار میستر ام که تو کار هایزنبرگ نازی آباد بود و داستان اون چقدر عجیب و غریب و هم بامزه بود ولی هم تلخ، بخاطر اینکه یه واقعیتی از قسمت جامعه ما رو نشون میداد که شاید کمتر در موردش میدونستیم. و این ترکیبی از همه چی داشت داستان میستر ام، از این از یه محله‌ای که خب توش یه سختی‌ها و فقر و اینا بود تا درس خوندن و هدف برای اینکه رفت شریف و بعد برای اینکه بتونه دووم بیاره تو اون محله و برای اینکه پول در بیاره بعد بره شیشه درست کنه، بعد اینور قبول شه بیاد اینور دنیا پی اچ دی بره شیمی بخونه. میدونی این داستانش همه چیز داشت، همه المانای درامای خوبو داشت، از فقر و بدبختی و دراگز و مهاجرت و عشق و شکست و تجاوز و بچگی و جامعه و فرهنگ سنتی و اصلا میدونی همه اینا رو در بر میگیره. و اصلا از روز اول برای من یکی از جالب ترین چیزا این بود که داستانای همه رو بشنوم، چون همه من داستانی برای گفتن داریم. اصلا برای من هیچ وقت مهم نیستش که آدم معروف باشه یا نه، این داستاناست که به نظر من این پادکست رو جذاب میکنه و جالب میکنه و به خصوص داستانی هن که همشون واقعی هم داستانای تخیلی نیستن که کسی خودش در آورده باشه. و همیشه به قول این نویسنده کی بود نمیدونم، یکی از نویسنده قدیمی که میگفت truth is always stranger than fiction، یعنی واقعیت همیشه هزار بار عجیبتر از یکی. بر من ترجمه کرد یه بار فیکشن به فارسی چی میشه، من عذر میخوام الان یادم نمیاد، بزنید بکنم سری ببینم چی بود، ولی واقعا همین جوریه، چون داستانه و اتفاقایی که توی واقعیت میفته با آدم نمیتونه اینا رو حتی تو تخیلات خودش بعضی وقتا در بیاره، انقدر عجیب غریب دست تو دست میدن یه سری اتفاقات که اینجوری پیش بره همه چیز. Translate fiction into Persian. نه داستان نمیشه بابا، نه نمیدونم آقا دیگه، خلاصه این با دوباره اینو برم یاد بگم. اینا خودش یه تیکه که سرش خیلی فوش میخورم تو این پادکست که این کلمه انگلیسی که گیر میکنه تو مغزم و معادل فارسیش یادم نمیاد رو اعصاب همه میره. بعد خب ما هم شروع کردیم یه کامیونیتی
به اسم دیسکورد که قبلا وجود داشت بیشتر برای گیمرها بود، یه حالت کامیونیتی که یه سوشال میدیا یه پرایوتی بود. ما شکم اینو درست کردن، من و آیدین و مودریتورای بچه‌ای که پیدا کردم توی این مسیر که همه با هم دیگه خیلی تصادفی هم رفیق شدیم و از اولش اومدیم توی این پروسه. و در ضمن الان دیسکورد هم دیگه داره نیمچه پابلیک میشه، یه قسمت پرایوت داره یه قسمت پابلیک داره، لینکش توی پروفایل هم هستش، میتونید کلیک کنید و آسترید الان دیگه لازم نیست از من شخصا لینکش رو بگیرید، همه جا دیگه لینکش هستش در اصل، و فقط اگه میخواید قسمت خصوصی سرور هم بید اونجاست که بعد باید یه سری امتحان رو اینو بگذرونید، اگر نمیخواید اونم لازم نیستش اصلا، میتونید همون قسمت عمومیش بمونید. من این پروسه دیسکورد خودش یک آزمایش اجتماعی خیلی خیلی جالبی بود و این چی میگن این آتیش دیجیتالی که دورش همه جمع شدیم کم کم شروع کردیم با کد نویسی تبدیل کردن به یک فضای ورچوالی که دیگه کم کم همه با آواتورا و کاراکتراشون اومدن داشتن جمع میشدن اونجا، و این باعث شد که ذره همدیگه رو بیشتر لمس کنیم و تو اون فضا و تو این مکان هممون برابر می نشستیم و با هم حرف می زدیم و درد و دل می کردیم و می خندیدیم، گیم بازی می کردیم. شروع کردم اونجا یه سری گروپ تراپی سشن هایی گذاشتن که بچه ها می اومدن داستان ها و سخته خودشون با همون درمیون می زاشتن، که اونا هم خیلی اپیزود های سختی هن واقعا گوش دادنشون، بخاطر اینکه در مورد مسئله خیلی سختی از تجاوز، خشونت و مسائل دیگه ای صحبت می شد که واقعا یکی از سخت‌ترین کارا برای من به عنوان کسی که خوب دارم چی میگم مجری این برنامه، مجری اولین بار بخوام میگم مجری، به عنوان بالاخره مودریتور یا هر چی دارم سعی میکنم هدایت کنم بحثو، خودم باورتون نمیشه چند بار توی این پادکست گریم گرفته و جلوی بغض و اینا هم بود هی بگیرم که بتونم جمع کنم بحثو و بتونم ادامه بدم، چون واقعا شنیدن داستان خیلی از بچه‌ها اینقدر سخت بوده، اینقدر سخت بوده که و اینقدر به شجاعتشون افتخار میکردم که حاضر بودن بیان با ماها در میون بذارن این بحثا و این مسائل، چون اصلا باورتون نمیشه چقدر به خودشون کمک کرد، هم به اطرافیانشون. واقعا دم همتون گرم، خودتون میدونید کیا هستین. واقعا برای من یکی از خفن ترین چیزای این پادکست اون اعتماد شماها به من بود که بیان به من در مورد مسئله صحبت کنید. میدونم خیلی هاتون وقتی که تعریف میکردین میگفتین که 20 سال بود در مورد مثلا حرف نزدین، یا 10 سال یا حالا تو عمرتون به کسی نگفتین، بعد الان یهو اومدین توی اتاق نشستین تو دیسکورد جلوی یه عالم آدم دیگه و بعدا خود تو پادکستن که با صدها هزار نفر دیگه هم شنونده هستش دارین اینا رو در میون میذارین. خیلی واقعا شجاعت میخواست و این به من خیلی احساس خوبی میده که من تونستم اون اعتماد رو ایجاد بکنم برای شماها که بتونید به این احساس راحتی رو بکنید. و خود اون اکسپریمنت هم خیلی واقعا جالب بودن و بازم ادامه خواهیم داشت توی این بحثا. یه در خب الان سخت‌تر پیچیده‌تر شده دیگه، پادکست انقدر بزرگ شده که من مثلا همین امروز داشتم سعی میکنم سکیجولم رو در بیارم برای مهمونای آینده و انقدر زیادن رو سعی میکنم که یه جوری منظم کنم، ولی از اونم خودم آدم مودی هم یه روزی هم افسردم و اصلا حالاسه ندارم، مثلا یه هفته اصلا با خودم و دنیا قرار میکنم، بعد دوباره میام دو هفته هر روز 10 تا اپیزود ضبط میکنم میذارمش تو فریزر تا مثلا بره تو 10 تا که نه تو یه روز که چقدر 10 تا ضبط میکنم بشم شب فوق تو یه روز 2 تا ضبط کردم. ولی اینم یه چیز دیگه است. ببین الان مثلا یه دروغ کوچولو گفتم، گفتم روزی 10 تا، من این خیلی دارم تمرین میکنم که این بعضی وقتا خب یه سری آدم ها اگزاجره میکنیم برای اینکه داستان رو پوش کنیم جلو، ولی حتی این دروغای سفید کوچولو رو هم دارم سعی میکنم جلوی خودم رو بگیرم، چون لازم نیست. ما بعضی وقتا بچگی دی بعضی وقتا دروغای بیدلیل احمقانه میگفتیم که اصلا لازم نبود اون دروغ رو بگیم، بعد شروع میشد به یه عادت شدن و بعد دروغ همجوری بزرگتر و بزرگتر، چون که تا اینکه دیگه غرق میشدیم تو یک تار عنکبوتی از دروغ‌های مختلفی و توش گیر کردیم نمیدونیم چجوری جمعش کنیم. برای همین خودم همیشه جلو خودم هم میگیرم اگه تو همون جایی حرفی بزنم که چیز خیلی مهمی هم نیستش، ولی همونجا هم خودم رو اصلاح میکنم که یاد بگیرم عادت کنم که آقا همون عدد درست رو بگو یا همون اتفاق واقعی رو بگو که چی شد، لازم نیستش که اونو دیگه اگزاجر کنیم اونقدر. بعدش دیگه کم کم در مورد مثلا رابطه خیلی شروع کردم صحبت کردن و رابطه های خودم
و یکی از چیزایی خیلی جالبه که پیش میمونه تو این پادکست، یعنی واقعا شاید بیشترین وایس هم که گرفتم تو عمرم تو این رابطه، تو این پادکست در مورد رابطه بوده و آدمایی که کمک میخواستن در مورد رابطه یا نصیحت یا اتفاقایی که برای خودشون تو رابطه مختلفی افتاده. کلا میدونین یه چیزی که من متوجه شدم اینه که همه فکر میکنن خیلی منحصر به فرد، فقط برای اون وای نمیدونی من چه رابطه ما خیلی فرق داره. داستان من خیلی با این جمله شروع کرد، داستان من نه خیلی فرق، نه آقا هیچ کدومتون داستانتون فرق نداره، یا اونقدر عجیب تر یا خفن تر نیست، تای خطش یه تمه داستانا، به خصوص تو مسئله رابطه یا این چیزا. حالا یه سری مسئله دیگه هستش که شخصی هن و اونا بر بعضی واقعا خوبی سختی عجب غریب کشیدن، ولی بازم ریشه همه این بحث و این داستان رو برمیگرده به خود ماها و اون اینه که ما دنیای بیرونمون رو نمیتونیم عوض کنیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم خودمون، واکنش خودمون، برخورد خودمون، رفتار خودمون رو عوض کنیم نسبت به اون موقعیت دور و برمون. و به این معنی و منظورم این نیستش که تسلیم این بشیم که وای من قربانی این سرنوشت تلخ و این دنیا تلخم، نه، به این معنی که قدرت رو میگیرم دست خودم و میگم نه، من اجازه نمیدم که این مسئله برای من یه چیزی بزرگتر از اون چیزی که هست بشه. همونجوری که بچه ها فکر کنم سحر بود که توی از اپیزود ها گفتش که ما مسئول زخمامون نیستیم ولی مسئول بهتر کردنش هستیم و بهش رسیدن. خیلی حرف رو دوست داشتم واقعا، چون این تمی بود که تو این پادکست هم واقعا ما باش خیلی اشاره میکردیم. کاری که واقعا میتونیم بکنیم اینه که سعی کنیم رفتار خودمون و واکنش خودمون رو فقط نسبت به این مسائل عوض بکنیم. و توی این بحثای رابطه خب خیلی برام پیش میاد و میدیدم که هممون خب هارت بریک داشتیم، قلب هممون شکسته، اون یه چیزی یونیورسالیه که همه تجربه کردن، همه میدونن اون چه دردیه و اصلا اون حس و حال و رنگ و بوش و هممون میدونیم دقیقا چیه، توی فرم شاید مختلفی باشه یه ذره، ولی تای خطش باز یه دردیه و یه درد خیلی شیرین و خوبی هم هست خیلی وقتا که به ما یادآوری میکنه که زنده ایم و چه چیزایی برام با ارزشن و چه چیزایی ارزش جنگیدن دارن و که بتونیم بیشتر قدرشو بدونیم و بتونیم بیشتر اپریشیت کنیم. و این معنی هم نیستش که سعی کنیم که میدونی من خود من این مشکل داشتم، سعی میکردم حالت مصنوعی یه جوری دوباره خودم رو توی یه عشقی پرتاب کنم، دوباره انگار اعتیاد داشتم به عاشق شدن، به زور شده بود میخواستم عاشق بشم و خودم رو یه سناریویی بسازم که دوباره غرق یکی دیگه بشم. اونم از کمبودام مسائل خود من بود که میخواستم این کارو بکنم. اگر به حالت طبیعی و ارگانیک پیش بیاد که خب بهترین حالت همه چیز مسلمن، ولی بعضی وقتا میدونی آدم به زورم که شده سعی میکنه یه سناریو رو درست کنه که خودشو غرق یه چیزی بزرگتر از خودش بکنه، که اونم میگم واقعا اشکالی نداره ها، یعنی اون حسو چون من درک میکنم، اون حسی که بخوایم جز یه چیزی بزرگتر، همون حسی که آدم اینکه به خدا اعتقاد پیدا کنن یا عاشق میشن یا مذهبی میشن یا هر چی، بخاطر اینکه دوست دارن جزی از یه چیز خیلی بزرگتری باشن، برای اون رهایی هم یعنی کاملا درک میکنم خودم، یعنی اعتیاد دارم با همونجوری الان بهتون گفتم. ببین میگم این تعادل رو بهش رسیدن خیلی کار سختیه و فقط آدم با تجربه با همه این بالا پایینا کم کم یاد میگیره که من تو چه چیزایی خوبم، چه چیزایی بدیم، چه چیزایی دوست دارم و مهمتر از اون چه چیزایی دوست ندارم. اونا رو میتونی حداقل حس کنی. شاید دقیقاً ندونم چی میخوام ولی دقیقاً میدونم که چی نمیخوام و اون بازم خیلی مسیر رو برای من روشن‌تر میکنه. در از من انقدر فکت زدم تو این پادکست، انقدرش اصلا مطمئنم هزار تا حرف زد و نقیض و پارادوکسیکال زدم که میتونم منو هزار تا نقد و ایراد از حرفام بگیرین که اصلا اشکالی هم نداره، چون ما انسانی هستیم که در همش در حال عوض شدنیم و من هر روز سعی میکنم خودم رو آپگرید کنم واقعیتش. و شاید یه حرفی خودم اگه بشنم الان میگم این چه شعروری بود تو موقع باور میکردم، ولی الان این دارم دنیا رو به این شکل میبینم. و تا این خدش فکر میکنم باحال ترین چیز از لحاظ برداشت آدم ها که گوش میکردن این بود که بین حرف ها یه کسی یه جمله پیدا میکرد که برای اون آدم انقدر تاثیرگذار بود و انقدر انگیزه بهش میداد که همون اون کافی بود که بتونه اون تصمیمی رو بگیره که براش سخت بود که قبلش بگیره.
براش بتونه اون حرفی که میخواست بزنه یه ذره راحت‌تر شاید بزنه. بعضی وقت ما فقط یه پوش کوچولو لازم داریم و منتظریم از یه جایی تاییدی یا یه ساینی بگیریم میدونی که اوکی این کاری که دارم میکنم درسته یا اشتباهه هرچی. و یعنی خود منم اینجوری هم میدونی بین حرفای دیگران همیشه چیزی پیکاپ میکنم که میگم او ایول مثلا این چقدر حرفش باحال بود منم و یه سری مسئله تو مغزم کاملا برام حل میشن قشنگ، یهو مثل یه نوری که تو اون لحظه روشن میشه. ولی همینجوری که ادامه داد پادکست رو رفتیم میگم مهمونای جالبی داشتیم، بچهای باهوش و دانشمند و اینجوری آوردیم، مارکون یارو که مثلا کارش این بود که آدم جابجا میکرد و آورده بودیم که داستانای اونم خیلی جالب بود. خیلی وقتا منم اعصابم خرد میشد و مارکو بحثم میشد چون دیدش خیلی به نظرم دیده مثلا دارکتری بود به انسانیت. منم آدم اپتیمیستم، مصمم میکنم من میشه بهترین رو توی آدمام ببینم. بعد بهزاد عمرانی اپیزودش فوق العاده خنده دار و باحال بود. منو بهزاد خاطرایی که تعریف میکرد، یعنی واقعا هنوز به نظر من برای خود من یکی از هایلایت ها داستانای خیلی بامزه بود که اون با ما به اشتراک گذاشت و واقعا دلم تنگ میشه. این یکی از چیزایی که به من خیلی باعث شده که بتونم با دوستام کچاپ کنم و یه بهانه خوبی شده که واقعا بیان اصلا به جای اینکه بهم زنگ بزنیم بیام تو این پادکست با هم یاد خاطرهامون رو بکنیم و یه حالت یه جورنال چیز شده دیگه این پادکست دیگه، یه اوپن جورنال شده که با شما دارم زندگیمو همینجوری خاطره و زندگی و همه اتفاقا و اینا رو دارم همینجوری بالات دیجیتالی یادداشت میکنم. و میگم تو یه اپیزودم گفتم این برای بعدن برای بچهای من یه دایری خواهد بود که باباشون چه آدم کسخل و دیوونه ای بود. من یه اتفاقی که افتاد که خیلی جالب بود این بود که از طریق همین پادکست من و جیسون یه حرفی که همچی زیاد می‌زدیم در مورد زندگی توی فارم بود که گفتیم آقا ما اصلا بکنیم رها کنیم خودمون از این زندگی مدرن بریم توی فارم. البته یه فارمی که با تکنولوژی مخلوط بود و یه حالت خودکفا و سستینبل و خیلی باحالی داشت که خیلی هنوزم واقعا این بزرگترین آرزوی زندگیم که اینجا برسم و شکی هم ندارم که یه روزی بهش میرسم. بعد از اینکه دیگه سفرامو کردم و دیگه لشبازیامو درآوردم دیگه خالی شدم و آمادم که بشینم زن و بچه یه جا با حیوانات و سبزیجات و تمام اون زندگی توی بیابونیمو شروع کنم، تصادفیه توی این پادکست یک بچه یه بام تماس گرفت که آقا من فلانی هم و یه جا فارم دارم توی اورگان، پاشو بیا پیش من زندگی کن. که بعدش داستانای فارم لایف رو رفتم پیش پیام و مزرعه علفش و دیگه اون اگه گوش ندادین برین حتما اون اپیزود رو گوش کنین، اونجا انقدر تجربه عجیب غریب و خنده‌داری بود با احسان که اونجا هر شب زیر ستاره ها دیوونه بازی در می آوردیم و دنبال دزدو می‌کردیم با تفنگ و اصلا وارد یه سری ادونچر دیگه ای شدم. بعد آیدین اومد فارم و گفت پاشا بریم الی، سوار ماشین شدم خیلی همینجوری تو لحظه تصمیم گرفتم رفتم الی و یه چند ماه الی بودم و اونجام که دیگه استاد شهریار رو آوردم انداختم به جونتون و این آدم یه کتاب از تجربیات عجیب و غریب زندگیشو با ما در میون گذاشت و خیلی بامزه بود. جوری که میگم دیگه این آدم های خاص خیلی خلوچلی که دو زندگیم هستن واقعا میدونم، یعنی خودم مثلا قبل از که بیارمشون تو پادکست مطمئنم که یه عالم آدم باهاشون حال خواهند کرد و ارتباط برقرار خواهند کرد. چون هممون داریم مثل دوستای اینجوری که اینقدر این جیسن ها و شهریارای زندگیمون هستن، کسایی که واقعا خودمون کاملا میفهمیم که این انقدر حرف برای گفتن دارن این آدم ها، باید یه جوری فقط سعی کنیم خودخواه نباشیم برای خودمون نگه داریم، بیاییم با همه اینا رو در میون بذاریم. و همینجور که خب پادکست بزرگتر شد مهمونای خیلی جالبتر و نمیدونم بعضیشون دیگه خب آدم اینتلیکچوال و سلبریتی و کوچیک و بزرگ و معمولی، خیلی هم نگران بودن که به این سمتی بره این داستان که دیگه از اون حس اولیش داره دور میشه و شاید این بچهای معمولی به قول خودتون دیگه نیارم در حالی که اصلا برای من هنوزم شیرین ترین اپیزود با بچهای معمولیه واقعا، بخاطر اینکه واقعی ترین داستاناست و ادا اطواری توش نیست و بازم همیشه همینجوری خواهد بود. من چخ دنبال این نیستم که بگم تاک شو چیزی است که آقا بیا آخرین فیلم کتابت رو پروموت کن، نه این چیزا اصلا برای من مهم نیستن، برای من داستانای مردم مهمه. و
اون اپیزودی که مثلا زهرا مختاری که خواهر محمد مختاری بود اومد، برای اینکه اونم یکی از خیلی جالب ترین اپیزودا بود، به خاطر اینکه اولین بار که موزیک شکارچی پخش شد توی تلویزیون تو برنامه پارازیت بود و توی وی او ام ال کامبیس حسینی و سامان اربابی، و آهنگ شکارچی با تصویر محمد مختاری و سانجاله پخش شد برای اولین بار توی رسانه ایرانی، و از اون موقع اصلا رفت توی ناخودآگاه مردم. و با اینکه سالهای بعد من تصادفی با خواهرش آشنا بشم و بیاد با هم دیگه درمورش صحبت کنیم، میدونی یه حس نمیدونم از این حالت کازمیک کوینسیدنس عجیب غریبی بود که انگار یه نتیجهی به اون رابطه، اون داستانو که همه ماها رو به هم وصل کرد داد، که خیلی واقعا ارضا کننده بود، خیلی خیلی حال داد. و بعد اون آدم با اون سختی کشیده بود، وقتی که داستانشو میشتید با چه انگیزه با چه عشقی داشت به زندگی ادامه میداد، واقعا برای من خیلی اینسپایرینگ بود، چون خودم خب تجربه شبیه اون داشتم سر داستان بابا و زندگی خودم. میدونی یه یاداوری بود که چقدر ما موجودهای واقعا ریزیلینت و قوی هستیم و در سخت‌ترین شرایط هم بازم میتونیم خودمون رو جمع کنیم و بکشیم بالا و ببریم به یه سمت بهتری. میدونی و این تصمیم است که برای من همیشه خیلی مهمه، که تصمیم بگیرم که واقعا برم، به جای اینکه برم توی جای دارک و آدم تخمی و ایول و بدی بشم و همش دنبال انتقام و تنفر، تصمیم میگیرم که از این من برم سعی کنم واقعا حال زندگی رو ببرم و پر از عشق و مهر و محبت سعی کنم دیگرانم به این سمت بکشم با رفتار خودم نه با حرفام. که یکی از مهمونه جالب دیگه هم واقعا داوود بود، اون دوستمون که دوست نابینایی بود که اومد صحبت کرد در مورد مسئله خودش، و اینا تا حالا نگفتم جایی و خیلی خنده داره و خیلی هم تلخه، ولی داوود اگه داری گوش میکنی گفتم اینجا بگم چون بگم بهترین وقت دیگه. یکی از باحال‌ترین، یعنی در اصل میخوام دلیلی که میخوام داستانو تعریف کنم اینه که کلی اتفاق پشت صحنه افتاده تو این پادکست و که شما ازش خبر ندارین، که آدمایی که به هم وصل شدن، همدیگر رو کمک کردن، درد و دل کردن، نمیدونم مهاجرت کردن، خیلی خیلی اتفاق عجیب غریبی افتاده پشت صحنه که من خب نمیتونم خیلیاشو تعریف کنم چون دیگه به زندگی خصوصی خود آدما ربط داره، ولی خود اونم واقعا یه داستان جدایی، یه پادکست جدایی میتونست باشه. اون خودش اتفاقایی که همش از طریق این پادکست به همدیگه آدم ها وصل شدن و همدیگه رو کمک کردن و دست همدیگه رو گرفتن بردن بالا، خیلی 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 به من حال میده این موضوع. یکی از اتفاقای جالب افتاد که یکی از شنوندهای ما وقتی فهمید که داوود یه موبایل قدیم داره برای چی آیفون جدید 12 خرید و فرستاد ایران، برای چی نمیدونم ایران خرید یا میسته دقیقا چجوری گرفت، و اینقدر منو خوشحال کرد این موضوع که باورتون نمیشه. ولی بدشانسی داستان هم اینه که الان اون طرف که اینو خریده فکرم اولین باشه که اینو بشته، چون نمیخواستم بهش بگم که دلش بشکنه، دو روز نشده بود که داوود موبایل گرفته بود و متاسفانه تو خیابون یک دزد موتوری میاد دستش اینو میزنه. و میگم یه تلخی تو این داستان هست که اصلا، ولی یه حالت خندداری هم توش هست، نه چرا بهش میخندم، ولی هم این زندگی همین جوریه، انقدر راحت میاد همه چیز میاد و میره، و خود این هم مطمئنم یه درس خیلی گنده ای هستش. ولی امیدوارم داود باز الان تونستی موبایل جای جور کنی و واقعا و داری حال میکنی. البته میدونم جور کرده چون ما مسیج میزنیم و هم حرف میزنیم هر از گاهی و اینا، و آره این اتفاقی که میفته خیلی بهم حال میده، خیلی انرژی خوبی میده که میگم چه طریق دیسکورد، چه طریق پادکست، چه طریق جاهای دیگه ای هم بچه ها با هم دیگه وصل شدن و تونستن به هم دیگه کمکی بکنن. و آره دیگه خلاصه بعد بحث‌های دیگه ای که اومدیم، کلی ما بحث‌های در مورد چیزای پولیتیکال داشتیم و اینا، من که حال میس بیشتر دوست داشتم بچه رو جیسون و مانیو میوردم به جون هم مینداختم، و تا اینکه الانم بگم بعد از کلی اپیزود و کلی آدمای مختلفی که آوردم، خودم اومدم اروپا، اینجا هم دعوت شدم به برنامه تلویزیونی که خیلی با یه سری آدمای خیلی باحال دیگه همه با هم جمع شدیم و یه برنامه خیلی بالی درست کردیم و قراره که کلیتون آدم هم بیاد مهمون برنامه باشن.
و الان میدونی به یه جایی رسیدم که هیچ محدودیت و هیچ، یعنی انقدر امکانات و پاسیبیلیتی مختلفی برای این پادکست هست. تصویری شد پادکست، الان شاید مثلا اتفاقای بزرگتر و باحالتری بیفته برای این پادکست که من دارم همینجوری با این موجه میرم جلو. خلاصه و شما هم دمتون گرم، هرکی تا اینجاش که اومدین، یه تیکایی اومدین سوار شدین و پیاده شدین و رفتین و بعد خوشتون اومده، غر کردین، دوباره آشتی کردین، اصلا از اولش خوشتون نمیومد، همش هم اوکی، هیچ اصراری نیستش که کسی که قرار باشه قربون صدق من یا این پادکست بره، ولی همین که به من شما ها این امکانو دادین که تا اینجا بتونم این کار رو ادامه بدم و با شما های همه این داستانامو در میون بذارم، داستانای دیگران رو در میون بذارم و همتون رو با هم دیگه وصل بکنم، بشیم یه خانواده بزرگی که این در اصل یک مایکروکازم از یک حالت ایدئالی که من دوست داشتم در آینده تو توی جامعه تو کل کشورم باشه، در که یه حالتی که همه جوری که هوای همدیگر رو داشته باشیم. ولی واقعا چیزی که دوست دارم انسپایر کنم همین بحث اتحاد است، همین بحثی که بتونیم با همدیگه صحبت کنیم، دیالوگ داشته باشیم در مورد مسائل مختلف، جوری که به جون هم نیافتیم، چون خب اختلاف نظر پیش میاد، همه هم حرفای چرت و پرت میزنیم، اشتباه میکنیم، ولی اینکه مسئولیت بپذیریم و سعی کنیم با احترام بتونیم با هم صحبت کنیم و به نتیجه بهتری برسیم، حتی بتونیم با احترام با هم به نتیجه مختلف برسیم، لازم نیست که ما هم موافقت بکنیم، ولی اینکه بتونه این هر روز یه ذره بیشتر فرهنگ سازی بشه، به جای اینکه واکنش خیلی خشن و عصبی بدیم نسبت به اینکه اه چرا این آدم یا چرا این بحث اینجوری بود، چرا اون فلان بود، بیایم بیشتر در موردش صحبت کنیم. میگم همین تازگی هم یه سری مثلا به من خیلی پریدن، برعکس اینکه بیام من به اونو حمله کنم، دعوتشون کردم به صحبت و دیالوگ که قرار کلی بیان صحبت بکنن توی برنامه، و بازم همین جوری هم خواهد بود، یعنی من همیشه دعوت به دیالوگ خواهم کرد همه رو، به جای اینکه قهر کنم و روم بکنم اون ورا بگم آقا کون لحقتون، نه هرچی حرف من میزنم درسته یا فلان، چون اینطور نیستش. و امیدوارم که بتونم بیشتر و بیشتر اینو تشویق کنم بین هممون، و یه روزی واقعا آرزوم اینه که بتونم تو خود ایران بشینم بدون هیچ ترس و هیچ نگرانی بتونم این اپیزود رو اونجا ضبط کنم، این برنامه رو اونجا داشته باشم و این زندگی، حالا شاید به زندگی من نرسه من چه میدونم، ولی واقعا بزرگترین آرزوم اینه که بتونم توی خاک و کشور خودم باشم و اونجوری که دوست دارم. فعلا امکانش نیست متاسفانه، ولی اگه یه روز این اتفاق بیفته که واقعا چقدر خوب میشه و چه حالی بکنیم واقعا که اون روز بیاد. خلاصه براتون امروز زیادی فکر زدم و کلی چرت و پرت زیاد گفتم، و بازم مثل همیشه اگه پیشنهاد یا نظری یا انتقادی یا فوشی هر چی دارین بفرستین واسه سمتم، و دمتون گرم واقعا که تا اینجا همراه هم بودین و باعث شدین که اینقدر حال خودم و خودتون و خیلی دیگر رو بهتر بکنیم با این جریان و با این پادکست. من واقعا مدیون تک تک شما ها، و اگه شما نبودین اصلا من نمیدونم چی کار میکردم با زندگیم، یعنی اصلا یک تحول و یک معنی جدیدی به زندگی خودم دادین، و من امیدوارم بتونم یک هزارم این عشق رو که شما به من دادین رو بتونم به بقیه دنیا منم برگردونم و حالا همه رو یه ذره بتونم بهتر بکنم. خلاصه دمتون گرم، موضوع خودتون باشین، شبتون بخیر، چاک سنگ. این ور و اون ور میرم، بی حوصله می نخشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری می دم، مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم، خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک،
خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم، حتی به زور سمعت من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و